در همین رابطه همراه هستیم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. آقای صدرزاده خوش آمدید. در میانه مناقشه بر سر میدان قاضی آرش، جمهوری اسلامی از وزیر خارجه کویت برای سفر به تهران دعوت کرده. اگر این سفر انجام بشه، ایران میتونه تأثیری بگذاره بر نظرات طرفه؟ اگر انجام بشه، ولی ما نمیدونیم انجام بشه، چون به هر حال هم کویت و هم عربستان سعودی اعلام کردن که ایران بایستی با هر دو کشور وارد بحث بشه، چون کویت و عربستان سعودی یک سال قبل در یک قراردادی که با هم بستن، یعنی در ماه مارس 22 بود، یک قراردادی با هم بستن و اعلام کردن که این حوزه نفتی، حوزه گازی معذرت خواهم، متعلق به اونها هست و هیچ کسی حق حرف زدن نداره. این حوزه نفتی در آبهای تقریبا بین المللی هست، قسمت جنوبیش که نزدیک به جزیره خارق میشه در حقیقت در آبهای ایران قرار داده. ایران میگه که همه این میدان گازی مال همه ماها هست و در ایران هم نظرهای متفاوتی وجود داره. آقای اوجی وزیر نفت میگه که ما به هیچ وجه از حقمون نمیگذاریم. آقای کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه دیروز گفته که ما حاضر به صحبت هستیم، صحبت دو جانبه، یعنی صحبت با تک تک این کشورها، کویت و عربستان سعودی. همونطور که گفتم عربستان سعودی و کویت هم اعلام کردن که خیر، اینجا حوزه گازی مشترک هست و اگر ایران میخواد با ما صحبت کنه راجع به اون بخشی که در آبهای خودش هست، بایستی با ما دوتا مستقیما و مشترکاً صحبت بکنه. حوزه گازی مهمیه، 28 میلیون متر مکعب گاز روزانه میشه از اینجا استخراج بشه، 400 هزار به صورت بشکه میعانات گازی میشه استخراج بشه. به هر حال این دعوت نشانه از اختلاف نظر در درون جمهوری اسلامی است که چگونه با این مسئله برخورد بکنه. ظاهرا آقای امیر عبداللهیان و دیگران خواهان تشدید تنش نیستند، چون به هر حال میدونن که پای عربستان سعودی هم در میانه و همطور که میدونید ایران در حال نزدیک شدن به عربستان سعودی. آقای صدرزاده، اگر کویت حفاری را آغاز کنه قبل از حل مناقشه، چه واکنشی فکر میکنید جمهوری اسلامی داشته باشه؟ من فکر میکنم جمهوری اسلامی واکنشی نداشته باشه، چون به هر حال در موضع ضعیفی قرار داره و همونطور که گفتم حاضرم نیست سطح تنش ها رو با کویت و عربستان بالا ببره، چون در این شرایط بین المللی و داخلی که ایران درش قرار داره به نفعش نیست. ظاهرا کویت و عربستان سعودی هم از این ضعف ایران دارن استفاده میکنن و به همین علتم که هفته گذشته یک بار دیگر در یک اعلامیه رسمی اعلام کردند که ایران حق حرف زدن در این زمینه رو نداره مشترکاً. بنابراین من فکر میکنم که ایران مگر اینکه تصمیم بگیره یک به اصطلاح برخورد وسیع منطقی ایجاد بکنه که اون هم فعلا ظاهرا در منافع دیپلماسی ایران نیست، همونطور گفتم با وساطت چین ایران رفته با عربستان سعودی به هر حال توافق کرده که سطح تنش ها رو پایین بیاره. حالا فکر میکنم بر سر این حوزه گازی اونقدر تنش ها رو بالا بده، چون به هر حال منافع دیگری و اهداف وسیع تری دیگری در پیش داره.